ساخت دندون مصنوعی از جنس نقره. بعد از اینکه نقره خوب آب شد، بعد اون توی قالبی که از قبل آماده کردیم، قالب پیچ هستش برای زیر دندون. مقداری بوراکس برای بهتر شدن ذوب روش اضافه میکنیم. پیشمون که میخواستیم از زیر دندون به این شکل آماده است. حالا بعد اونو ببریم و بسابیم تا بتونیم به زیر دندونمون کامل جوش بدیم. این که بتونیم یه دندون مصنوعی درست بکنیم، باید یه دونه دندون آماده داشته باشیم تا بتونیم از روش قالب بگیریم. ما اینجا با کف دریا یه ماده کلسیومیه که از اسکلت یه ماهی مرکبه توی دریا که بسیار راحت فشرده میشه و ما میتونیم روش قالب بگیریم. ما میخوایم همین رو ریخته گری بکنیم. خب به میزان مشخصی نقره رو داخل ظرف ریختیم و حالا میخوایم ذوبش بکنیم. فرایندی که الان میخوایم توضیح بدیم جزء فرآیند ذوب و جوشکاری هستش که در ادامه جوشکاری رو بهتون نمایش میدیم. حالا نقره مذاب رو باید توی قالبش بدیم. این قالب، این دندونیه که ما صبح قالبش رو گرفتیم و حالا میخواییم ببریم به الان میخواییم پیچی رو که ریخته گر کردیم به دندونمون متصل بکنیم. مقداری مایه جوشکاری بهش میزنیم
تا رغندگی لحیم روش بیشتر کنه. اکسیژن رو زیاد کنیم. لحیم که ذوب شد اون رو روی دندون میذاریم، یعنی اصلا پشتی دندون میذاریم. دندون که کاملا سرخ بشه لحیم رو به خودش میگیره، همون زمان ما باید پیچ رو بهش بچسبیم. این کار بعد از پرداخت شدم و سنباد سوهانکاری های لازم تبدیل میشه به همون کاری که اول فیلم بهتون نشون دادم، یعنی یه دندون مصنوعی کاملا براق.